محمد رضا شجریان رسالت خود را زنده نگه داشتن موسیقی اصیل یا کلاسیک سنتی ایران قرار داده بود. نقل قولی از او که امروزها به وفور شنیده می شود این است که فردوسی زبان فارسی را زنده کرد و من می خواهم موسیقی ایرانی را زنده نگه دارم. یکی از موسیقیدانهایی که همپای شجریان سالهای زیادی از عمر هنریش را صرف احیا و زنده نگه داشتن موسیقی کلاسیک ایران کرده، داریوش طلایی است. داریوش طلایی از نوجوانی وارد هنرستان موسیقی شد و از همون زمان به عنوان سازهای اختصاصی تار و ستار نواخت و امروز نه فقط استاد مسلم این سازهاست، بلکه مؤلف و مدرس برجسته موسیقی کلاسیک ایران است. کتاب‌های او تحلیل ردیف بر اساس ردیف میرزا عبدالله، ردیف میرزا عبدالله، نوت‌نویسی آموزشی و تحلیلی، ردیف دوره عالی علی اکبر شاهنازی، کتاب آواز، رمزگشایی آواز ایرانی، کتاب‌های پرخواننده‌ای هستند با چاپ‌های متعدد. تا چه حد تلاش‌های بیش از نیم قرن شجریان فقید و موسیقیدان‌هایی مثل او نتیجه بخش بوده و در بازار رنگارنگ امروز موسیقی در ایران موسیقی کلاسیک سنتی در کجا قرار دارد؟ داریوش طلایی مهمان من در این برنامه و برنامه آینده است. آقای داریوش طلایی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم، خوشحالم از اینکه در برنامه شما شرکت میکنم. شما آقای طلایی برعکس بسیاری از موسیقیدانان و موسیقی سازان هم نسلتون از کودکی وارد دنیای موسیقی شدید. این 12 سالتون بود که در هنرستان موسیقی اسم نوشتید و آیا خاص خودتون بود که رفتید به هنرستان موسیقی یا اینکه پدر مادرتون می‌خواستن شما را اونجا ثبت نام کنن؟ درسته، من از کلاس پنجم ابتدایی به هنرستان موسیقی رفتم. در واقع در اون زمان خیلی از پدر مادرها تمایل نداشتن که فرزندانشون موسیقی تحصیل کنن، ولی من پدرم چون خودش خیلی عشق زیادی به موسیقی داشت و ویولون می‌نواخت و خودش با مخالفت پدرش مواجه بوده، همیشه مشوق من بود و وقتی دید که من به موسیقی علاقه دارم و کشش دارم به موسیقی، همراه من اومد و رفتیم به هنرستان برای تست و امتحان و ثبت نام و به این گونه من وارد هنرستان شدم از کلاس پنجم ابتدایی. بسیار خوب، هنرستان رو علینقی وزیری زیر عنوان هنرستان موسیقی ملی پایه‌گذاری کرده بود، ولی ظاهرا خیلی هم ملی نبود از این زاویه که یعنی به مفهوم تدریس سنتی موسیقی نمیشد بهش گفت ملی و شاید هدفشون بیشتر ایجاد یک ارکستر ملی بود تا موسیقی ملی. شما موافق این هستید؟ یعنی فکر میکنید که واقعا به این قصد بود هنرستان؟ نه، به مسئله اینجوری نباید نگاه کرد. در واقع باید در زمان خودش دید که چرا این اسم گذاشته شده، چون در زمان وزیری یک گرایش دیگه‌ای بود که از خادمیساق و مینباشیان و از اون بخش موسیقی که برگرفته از موسیقی بود که در اصل با شروع دارالفنون و مدرسه نظام و موزیک نظام شروع شده بود و موسیقی غربی تدریس میشد که خب حالا تاریخچه‌اش یکم طولانی واردش نمیشیم. در واقع وزیری اومد خواست که با استفاده از سازهای ایرانی و به اصطلاح گام ها و اون فواصل خاص ایرانی و خصلت های موسیقی ایرانی یک پایه‌گذاری یک موسیقی نوینی رو بکنه که در ضمن که تئوری موسیقی و نوت و اون چیزهایی که اون زمان به عنوان علم موسیقی مطرح میشد و در خودش بتونه بگنجونه، در ضمن خصلت‌های موسیقی ایرانی رو هم داشته باشه. بنابراین این هنرستان در مقابل یک هنرستان دیگه که هنرستان موسیقی بود که فقط موسیقی غربی و سازهای غربی تدریس میشد، عنوان ملی رو خودش گرفته بود که سازهای ایرانی و دستگاه‌های ایرانی و اساتید موسیقی ایرانی درش بودن. به این دلیل بود. ولی شما صحبت از سازهای ایرانی میکنید، ولی ظاهراً در اونجا به جز دو ساز ایرانی سازهای دیگه‌ای تدریس نمیشد، مثلا فقط سنتور و تار بود ظاهراً. درسته، این هم نکته مهمیه. خب خیلی صحبت در این زمینه زیاده، البته انتقاداتی هم به وزیری شده و یک جناحی هم در مقابل وزیری بودن که مخالف بودن و حتی با تئوری اون، با دیدگاه‌های اون. ولی فقط مسئله ساز هم نیست. ببینید یک نوع تئوری و یک نوع هارمونی رو درست کرد که در واقع یکی از بهترین شاگرداش و شاگردان وفادارش که روح الله خالقی بود کار اون رو ادامه داد و به شکلی میشه گفت که ارکستر گلها از همون کار وزیری بیرون اومده بود که یک نوع هارمونی برای موسیقی ایرانی تدوین بشه و یک نوع گام شناسی برای موسیقی ایرانی تدوین بشه. و برای بینندگانتون که کمتر اطلاع دارن باید بگم که وزیری خودش تار می نواخت و شاگرد میرزا عبدالله آقا حسین‌قلی بود و ردیف رو یاد گرفته بود، ولی چون اون دوره دوران به اصطلاح ایران زمانی بود که به طرف مدرنیته و تغییر یک سری شرایط زندگی حرکت میکرد، به اصطلاح دارالفنون اومده بود، علوم جدیده و سیستم‌های جدیده، موزیک نظام، نوت و همه این حرفا، وزیری اتفاقا خیلی آدم وطن پرستی بود و ملی‌گرایی بود. با وجود این میره در فرانسه و آلمان تحصیل میکنه 5 سال و بنیادهای موسیقی فرنگی رو یاد میگیره، حتی ساز ویولن رو با اسلوب درستش یاد میگیره و میاد و هنرستانش رو تأسیس میکنه و شاگردانی رو تربیت میکنه که این نوع موسیقی نوین ایران رو پایه‌گذاری کنه، که حتی کسانی که قبلا هم موسیقی رو به همون روش سنتی و سینه به سینه کار کرده بودن، مثل ابوالحسن صبا، مثل موسی معروفی، اونها میپیوندن به هنرستانش و این یه حرکت نوینی بوده در موسیقی ایران. بسیار خوب. حالا از کی روند بازگشت به شیوه های آموزش سنتی شروع شد؟ ظاهراً مثلا کسانی مثل آقای علی اکبر شاهنازی که خودش هم در هنرستان درس میداد نقش مهمی در این زمینه داشته. خب ببینید این جریان ها به صورت موازی وجود داشتن، یعنی ما یک بعدی که نبود جامعهمون، یعنی هم موسیقی کلاسیک غربی وجود داشت، هم آهنگسازانی که تلاش میکردن در سیستم کلاسیک غربی کارهای انجام بدن، مثل مرتضی حنانه، مثل استوار، مثل حتی خود همون زمان لومر و میمباشیان هم یک چند تا نوت‌هایی نوشته بودن، چون به هر حال طبع ایرانی به طرف موسیقی ایرانی هست. و در کنار این ارکسترهای فرهنگ و هنر بودن، ارکستر گلها بود. همه این جریانات در امتداد هم بودن. درویش خان در همون زمان کلونل زنده بود، در ضمن وزیری چون از ارتش در ارتش کلونل بود، این عنوان کلونل همیشه روی اون موند، کلونل علینقی خان وزیری. و این جریان ها نمیشه گفت که فقط علی اکبر شاهنازی بود که موسیقی سنتی رو نگه داشت. اتفاقا علی اکبر شاهنازی هم به نوبه خودش یه مقدار به این حرکت مدرن کردن موسیقی میپیونده با قطعاتی که میسازه، نه به سیاق وزیری. ولی این جریان به شکل خودش با سرعت‌های مختلف وجود داشته. حتی میشه گفت که ارکستر گلها 100% اون چیزی نبود که وزیری مد نظر داشت، چون یه مقدار مردمی شده اون به اصطلاح نگرش وزیری بود که خیلی نگرش خاص و با دیسیپلین و سلیقه خاص خودش بود. بنابراین برای اینکه صحبتمو خیلی کوتاه بکنم، وارد تاریخ و جزئیات نشیم، در واقع در دهه شروع دهه 50 که این مسئله حفظ و اشاعه و بازگشت به سنت ها به صورت جدی مطرح میشه با یک بازنگری در سازمان صدا و سیما که همون رادیو تلویزیون اون زمانه و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی تأسیس میشه که ماها هم نسل‌های من یک تعدادشون که بعداً چهره‌های خیلی شناخته شده شدن که من کوچکترینشون بودم از همه نظر، هم از لحاظ سنی، و اینها بودن که این حرکت رو آغاز کردن. بسیار خوب. حالا به این مسئله گلها و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی هم میپردازیم جناب طلایی، ولی شما در همون اوایلی که وارد هنرستان شدید ساز تار رو انتخاب کردید. چرا تار؟ ببینید هنرستان، اولا این هنرستان موسیقی ملی همونطوری که گفتین موسیقی غربی هم ما یاد میگرفتیم، برای اینکه موسیقی ایرانی خیلی نوپا بود. این جنبه‌ای که به صورت مدرسی و اکادمیک در میاد و در کنسرواتوار باشه، ما مطالب درسی مدرسه‌ای نداشتیم بنابراین برای موسیقی ایرانی. بنابراین ما تمام اون واحدهای خاص موسیقی غربی رو تحصیل می‌کردیم، یعنی من پیانو می‌زدم، ساز دوم داشتیم، پیانو حتی می‌گفتن اصطلاحاً می‌گفتن اجباری، ساز اجباری، چون باید پیانو رو می‌زدیم، هارمونی رو باید می‌خوندیم، سازشناسی رو باید می‌خوندیم، سولفژ و تئوری رو، یعنی ما در واقع تمام اون واحدهای یک کنسرواتوار غربی رو داشتیم، با این تفاوت که یک ساز ایرانی هم می‌زدیم که بهش می‌گفتن ساز تخصصی. ساز تخصصی من تار انتخاب شد، واقعیتش یه مقدار اتفاقی شد، حتی تو راه به اصطلاح از با پدرم که از ادارش میرفتیم به هنرستان، در راه تو فکر این بودیم که آیا من ویولون بزنم، پیانو بزنم، ساز ایرانی بزنم، و وقتی رفتیم اونجا آقای دهلوی، مرحوم دهلوی بودن که مشورت کردن و پیشنهاد دادن که از تار خیلی تعریف کردن و پیشنهاد تار رو دادن و در واقع این دست سرنوشت بود که من تار زدم، وگرنه هیچ سابقه خاصی نداشت. من میشه گفت به خاطر پدرم من بیشتر با ویولون آشنا بودم و تارو شاید در چند برنامه تلویزیونی فقط دیده بودم، از نزدیک ندیده بودم. شما در سال 1350 وارد دانشکده هنرهای زیبا شدید و در همون سال هم مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در رادیو تلویزیون تشکیل شده بود هم همکاری می‌کردید. برنامه گلها هم در همون سالها یک تجدید سازمان داشت می‌شد و از موزیسین‌ها امتحان می‌گرفتن. شما اونجا هم شرکت کردید و در امتحان نه فقط قبول شدید بلکه به شما پیشنهاد شد که می‌تونید سولیست باشید توی ارکستر گلها، ولی با این حال شما گلها رو انتخاب نکردید و رفتید به طرف مرکز حفظ و اشاعه موسیقی. چرا فکر می‌کردید که اونجا برید به جای گل‌ها؟ بله درسته. در اون سال یک در واقع تحولی در رادیو تلویزیون شد. آقای رضا اطفی رئیس رادیو تلویزیون شدن و شبکه سراسری داشت ایجاد می‌شد و همین ساختمون جام جم و من یادمه که داشتن می‌ساختن و ایجاد می‌کردن و یعنی داشت یه دفعه تحولی پیدا می‌کرد و به یه سازمان وسیعی تبدیل میشد رادیو تلویزیون، و ایشون خیلی ایده های بزرگی داشت برای موسیقی و برای فرهنگ، و ارکستر گلها رو که در واقع اشخاصی از قدیم بودن اونجا منحل کردن، دوباره امتحان گرفتن. من یادم در امتحان مرحوم تجویدی و بدیعی، ابوالحسن بدیعی، ناصری، فریدون ناصری، اینها بودن و امتحان گرفتن. من موقع 18 سالم بیشتر نبود و یادم اون روزی که اومدن جواب امتحان رو بدن، فقط راجع من تعریف کردن و گفتن اصلا میتونه سولیست باشه. همزمان من وارد دانشگاه شده بودم و اونجا هم خیلی مورد توجه استادانم، استاد برومند و استاد صفحت قرار گرفته بودم و اونها پیشنهاد رفتن به مرکز حفظ و اشاعه رو به من دادن و با اینکه حتی میشه گفت از لحاظ شرایط مادی و اقتصادی کمتر بود، ولی من چون خیلی علاقه داشتم که یاد بگیرم و پیشرفت بکنم این راه رو انتخاب کردم. یعنی یادمه که دکتر صفحت وقتی با من صحبت میکرد میگفت میایین اونجا شما یه اتاقی دارین، آرشیو در اختیارتون، ضبط صوت دارین، میایین برای خودتون تحقیق میکنیم و ما انتظار برنامه از شما نداریم و شما کار میکنین با اساتید قدیمی که با هر کسی کار نمیکنن و نمیشه بهشون دست پیدا کرد، ما میاریم در ارتباط با شما قرار میدیم. و خب این برای من جذابیت داشت تا اینکه برم رادیو و توی ارکسترهایی که به هر حال معلوم بود که کادرش و برنامهش چیه، همون برنامه‌های روتین رو انجام بدم. آها، بسیار خب. شما جناب طلایی مدتی از عمرتون رو در خارج گذروندین. شما یک بار در دهه اول سالهای 50 به بلژیک رفتید، ولی بعد از پایان دانشگاهتون شما به در سالهای اواخر 50 به فرانسه رفتید، مدتی در اونجا بودید و در اونجا نه فقط ادامه تحصیل میدادید بلکه در این حال درس هم میدادید و کتاب هم می نوشتید و خیلی هم کنسرت هم میدادید و خیلی پرکار بودید در اون سالها در فرانسه. ثمره اون سالهاتون، بهترین ثمره‌ای که داشتید چی بوده از دید خودتون؟ بله، اجازه بدید من یه توضیح بدم چون چند تا مطلب پشت سر هم عنوان شد. اولا اون زمانی که ما مرکز حفظ و اشاعه بودیم، همونطوری که گفتم قرار نبود که ما خیلی به اصطلاح برنامه اجرا بکنیم و خیلی به اصطلاح پروداکتیو باشیم. فقط یک جشن هنر یک بار در سال می رفتیم و به هر حال چون ارتباطاتی به خصوص کشور فرانسه که دکتر صفحت هم در همونجا تحصیل کرده بود و کتابی راجع به موسیقی ایرانی نوشته بود و یک زمینه‌ای از موسیقی ایرانی اونجا بود، یونسکو صفحه‌ای از استاد برومند در آورده بود و به هر حال چون یه سابقه موسیقی اونجا بود، فرانسوی‌ها خیلی به موسیقی ایرانی توجه بیشتری داشتن نسبت به کشورهای دیگه اروپایی و همین باعث شد که ارتباطاتی با فرانسه بود، به خصوص که آقای ژان دورینگ هم همون سالها یک بورسیه گرفته بود برای مطالعات موسیقی و به ایران اومده بود و ارتباطات اینطوری هم بود و ارتباطات ایران و فرانسه خیلی زیاد بود. سفارشی داده شده بود به موریس بژار که یک طراح باله هست که باله‌ای بسازه برای جشن هنر شیراز و باله‌ای طراحی کرد به اسم باله گلستان که اجرا شد و ما برای اینکه کار بکنیم 3 ماه رفتیم به بروکسل، اونجا بودیم چون اون کمپانی بالش در بروکسل بود مرکزش و این اولین برخورد ماها به اصطلاح، به ما میگفتن بچه های مرکز، یه تعداد از ما بچه های مرکز بود با اروپا که خب کار کردیم چند ماه و اون باله رو آماده کردیم و آمدیم در تخت جمشید اون اجرا شد اون باله. بعد به دلیل همین ارتباطات کنسرت هایی ما دادیم، برنامه های اجرا کردیم. اون زمان هایی که بودیم به پاریس اومدیم، تو تلویزیون فرانسه از ما ضبط کردن که اخیراً اون ضبطش هست که پخش میشه، بارها پخش شده و همین زمینه باعث شد که ارتباطات بود و من حتی قبل از اینکه به اون دوره که شما اشاره کردید که برم و برای ادامه تحصیل به پاریس برم، حتی صفحه من منتشر شد در پاریس در کلکسیون اوکورا که کلکسیون رادیو فرانسه است برای موسیقی ملل و این یه در واقع اولین حرکت دوره‌ای بود که در غرب موسیقی ملل شروع میکنه به مطرح شدن، همون مصادف با سالهای 56-57 همون موقع است. خب من وقتی رفتم به فرانسه، غیر از اینکه خب بورسی داشتم برای ادامه تحصیل و تحصیلات عالی از کشور فرانسه، در ضمن این صفحه من در اونجا منتشر شده بود، منو به عنوان یک استاد برخورد کردن با من و بلافاصله در بهترین سالن‌های فرانسه از جمله همون سالن اولیویه مسیان رادیو فرانسه برای من کنسرتی گذاشتن که بزرگترین و مهمترین سالن رادیو فرانسه است. و من در واقع در سه شاخه فعالیت کردم. یکی که داشتم همون تحصیلات موسیقیمو ادامه میدادم، تحصیلات دانشگاهی. یکی تدریس میکردم در بخش موسیقی شرق دانشگاه سوربن و هم کنسرت اجرا میکردم، چون در اون زمان کسی در خارج از ایران نبود. تنها کسی که بود که از سالهای قبل از انقلاب در فرانسه اقامت داشت آقای جمشید شمیرانی بود و ما یه دیوهایی تشکیل دادیم و با هم در سراسر اروپا میرفتیم و کنسرت میدادیم و کنسرت هامون هم در اون شرایط خاص که به هر حال ایران از لحاظ اخبار خیلی به اصطلاح اخبار جالب توجهی برای غربی ها نداشت، ولی ما به عنوان یه سفیر فرهنگی در خانه‌های فرهنگی اروپا موسیقی ایرانی رو ارائه دادیم و سالهای سال تا اینکه به تدریج اشخاص دیگری، موسیقیدان‌های دیگری اومدن، بعضیشون در آلمان مقیم شدن و بعضی از حالا کنسرت‌ها به تدریج از ایران اومدن که این خب ماجرایی داره که خودش یه بخشیه که باید بهش بپردازم اگر بخوایم راجبش صحبت کنیم. بسیار خوب جناب طلایی، شما و همطور که گفتین در به اصطلاح سالهای 50 اون روند به اصطلاح حفظ و اشاعه موسیقی کلاسیک ایرانی یا سنتی ایرانی یا موسیقی اصیل ایرانی، نمیدونم کدومش شما مثل اینکه بیشتر ترجیح میدید موسیقی کلاسیک گفته بشه در مورد موسیقی ایرانی؟ جورای مختلف میشه گفت، چیز داره اتفاقاً هر کدومشون یه نوآس خاص خودشو داره. بحثم این بود که به هر حال اون روند سالهای 50 به طور جدی این مسئله شروع شد و شما اخیراً در رسای استاد شجریان نوشتید که شجریان برای موسیقی همون کرد که فردوسی برای زبان فارسی، که البته خود شجریان هم گفته بود که همونطور که فردوسی زبان من را زنده نگه داشت من هم میخوام موسیقی ایران را زنده نگه دارم. خود شما هم با همین قصد همونطور که الان گفتیم تمام هم و غمتون رو در روی موسیقی سنتی یا موسیقی اصیل ایران گذاشتید. چه چیز موسیقی سنتی ایران در اون زمان به هر حال چه چیزی موسیقی سنتی رو تهدید می‌کرد یا هنوز تهدید می‌کنه که شما علم نجاتون رو برداشته بودید در اون سالها؟ اتفاقاً این خیلی سوال کلیدیه و خیلی سوال مهمیه. ببینید ما از یک دوره‌ای دوره هویت برامون مطرح میشه. حالا این هویت هم میتونه به شکل شعار سیاسی در بیاد، هم میتونه یه واقعیت فرهنگی باشه. یعنی چرا ما راجع به زبان فردوسی، زبان فارسی صحبت میکنیم؟ برای اینکه زبان فارسی یه بخشی از هویت ماست و ما خودمون رو تحت این هویت تعریف میکنیم، اشتراکاتی رو. خب موسیقی هم میتونه این حالت رو داشته باشه و یعنی میتونه که داره. در واقع از یک دوره‌ای به بعد ما میگیم موسیقی ایرانی، یعنی این صفت ایرانیت رو ما به این اضافه میکنیم. من میتونم بگم که همون زمان حدود بین 150 تا 200 سال پیش وقتی که استادان موسیقی ایرانی آمدن و سعی کردن که یک سری گوشه ها و یک سری نغمات رو تحت عنوان یک مجموعه تثبیت کنن و به صورت آزاد و باز تدریس بکنن، در واقع یک جور هویت سازی برای موسیقی ایرانی بود فراموش نکنیم که موسیقی ایرانی و موسیقی همیشه تحت فشار بوده در مملکت ما، به خاطر عقاید مذهبی، به خاطر سختگیری‌های مختلف که خاص این دوره ما هم نیست، همیشه وجود داشته و ما خیلی تاریخ مدون و رپرتوار مدونی نداریم از گذشتمون. یعنی وقتی میخوایم بریم عقب، اون چیزی که ادبیات ملموس موسیقی ما همین ردیف شفاهی ماست، چون ما خط موسیقی نداریم. ما برای زبان فارسی خط داریم و بنابراین فردوسی رو میتونیم بعد از 1000 سال بخونیم، ولی موسیقی باید سینه به سینه به ما میرسیده به صورت شفاهی. و این استادان شروع کردن اینو جمع کردن و تدریسش کردن و بعد فرزندانشون، در واقع ماها یه جور میراثدار این اساتید هستیم. یک دینیه که مثل اینکه به گردن ما دارن، در ضمن یک دین فرهنگی اخلاقیه که ما اینو جزء در ضمن فراگیری موسیقی ما این اخلاق هم فرا گرفتیم و این دین رو به عهده خودمون داشتیم. و من فکر میکنم استادان ما هم داشتن، استاد دوامی هم داشته، استاد برومند هم داشته، استاد فروتر هم داشتن، بریم عقب‌تر شاهنازی، میرزا عبدالله، همه اینا داشتن. یعنی در واقع اینها یک کسانی بودن که این میراث فرهنگی ما رو دوش خودشون کشیدن و به ما سپردن. یک امانتیه. من در همون متن کوتاهی که برای استاد شجریان نوشتم، آخرش نوشتم که این غمی که ما داریم اینه که این بار امانت رو تنها موندیم در کشیدن این بار امانت. و اینکه می‌فرمایید این چیش مهمه، مهم همین تعریف کردنشه، چون مثل هر چیزی بعد هم تعریف میشه، تحریف هم میشه، سوء استفاده هم میشه ازش. این همه این هاست. یعنی برای کسی که اون اساتید به هر حال این میراث رو بهش سپردن و بهش اعتماد کردن، این وظیفه هست به شکل طبیعی که این رو پاس بداره و بتونه به بهترین نحوی منتقلش کنه. و این تصور هم من ندارم این اشتباه نشه که مثلا همه مردم ایران باید این موسیقی رو گوش بدن و این موسیقی بیاد جای همه موسیقی ها رو بگیره. نه، به هیچ وجه اینجور نیست. در خود اروپا هم که اینقدر سنت موسیقی کلاسیک ریشه داره، همه مردم موسیقی کلاسیک گوش نمیدن، شاید 20% مردم هم گوش ندن. به هر حال اینا یه هنرهای سنگینیه، یه احتیاج به تأمل و تعمق و تفکر داره. جناب طلایی، سوال من در واقع این بود که اون زمان و این زمان چه چیزی رو این موسیقی سنتی تهدید میکنه؟ یعنی مثلا در دهه 50 شاید به این علت بود که به هر حال دستگاه تبلیغاتی رسمی مثل رادیو، تلویزیون، اینا بیشتر در اختیار موسیقی پاپ بود و موسیقی سنتی زیاد بهش بها داده نمیشد و این به فراموشی سپرده میشد. شاید بحث این بوده که صحبت از نجات موسیقی یا زنده نگه داشتن موسیقی میشه. اجازه بدین من یه اشاره‌ای به اون سال 50 بکنم، به اون حوالی، چون این خیلی مهمه و ما ازش سریع گذشتیم. ببینین اون یه زمان خاصیه در ایران. من فکر میکنم که از سالهای 40، اواسط سالهای 40 شروع شده بود، چون من اون موقع واقعا نوجوان بودم، حتی تقریباً کودک بودم و به طرف نوجوانی میرفتم. یک چیزی در هوا بود که ما نمیفهمیدیم، ولی همون باعث میشد که پیش استاد شاهنازی بریم بگیم ما میخوایم راست پنجگاه یاد بگیریم، راست پنجگاهی که فراموش شده بود، ردیف آقا حسین قلی میخوایم یاد بگیریم. بعد که به سالهای 50 میرسیم و مرکز حفظ و شعر یه ذره به هر حال به دانشگاه و غیره و یه ذره میفهمیم. این دوران واقعا من میخوام بگم این اتفاقی که افتاد، برای اینکه در اینجا صحبتی هم از استاد شجریان بشه، یعنی در واقع استاد شجریان در سالهای 40 همون بخش سنت موسیقی رو به عنوان یک موسیقیدان ایرانی و خواننده ایرانی اون رو کار کردن و ارائه دادن با اساتید اون دوره. ولی سالهای 50 یک سالهایی بود از لحاظ فرهنگی، حتی در سینما هم این اتفاق افتاد. یعنی یک نسلی نمیخواست دیگه فیلم فارسی تماشا کنه، نمیخواست موسیقی کاباره گوش بده. توی رادیو تلویزیون بیشتر برنامه‌هاش یه سری برنامه‌هایی بود که اون نسل به اصطلاح انقلابی اون زمان و نسلی که میخواست فرهیخته باشه و اون تیپ سینما و اون تیپ موسیقی رو دوست نداشت، دوباره باعث شد که خیلی نکته جالبی در مورد موسیقی، این نکته که همون موسیقی قاجاری رو به نحوی ارائه دادن. حالا من از استاد شجریان و استاد محمد رضا لطفی هم یادی بکنم که در واقع این دو شخص خصوصا و دیگر همکاران، خصوصا این دو نفر، این حرکتی که در برنامه رادیو و در برنامه گلچین هفته که صبح‌های جمعه پخش می‌شد که همون تصنیف‌های شیدا و تصنیف‌های قاجاری رو جوری ارائه دادن که جوان‌ها اینو، من یادم روزهای صبح جمعه پخش می‌شد در درکه که ما می‌رفتیم کوه، همه می‌خوندن. یعنی اصلا موسیقی که تصور برای این بود که موسیقی گرد گرفته مال افراد کهنساله، یه خون تازه درش دمیده شد، تبدیل شد به موسیقی جوان‌ها و نوجوان‌ها، یه موسیقی انقلابی که خب اون سالهای 50 جشنواره‌ها، جشن توس، برنامه‌ها، اینا که به انقلاب که نزدیک میشیم، سرودهای انقلابی و شرکت این گروه که گروه شیدا تشکیل شد با برادران کامکار و استاد مشکاتیان و علیزاده و غیره پیوستن و همه تبدیل به یه حرکت انقلابی در موسیقی شدن که همون گروه چاوش بود. و به همین دلیل هم بعد از انقلاب که موسیقی تعطیل شد در واقع، به خاطر این حضور انقلابیشون تونستن همین گروه ادامه کار بدن و بتونن فعالیت بکنن. فراموش نکنیم که ما تا سالهای سال بعد از انقلاب اسم موسیقی نمی اومد، اسم مرکز موسیقی بود، اسم بود مرکز آهنگها و سرودهای انقلابی. و بنابراین ما باید این برهه های تاریخی رو در جای خودش هر کدوم رو بدونیم که چه جوی و چه شرایطی بوده. و این سالهای 50 به این شکل حرکت کرد و اومد و رسید. و این حالا بعداً اتفاقات دیگه هم افتاد، البته خب بعداً موسیقی خارج از ایرانیانی که به صورت مهاجر رفته بودن خارج از ایران، من اسم اینو میذارم یه دوره نوستالژیا، یعنی نوستالژی ایران پیدا کردن و کنسرت های خارج از کشور اساتید که از جمله استاد شجریان خب یه دوره مهمی از فعالیتشون کنسرت های خارج از کشورشونه. متشکرم آقای داریوش طلایی از حضورتون در برنامه، ممنون هستم.